به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. واشنگتنی که همچنان شاهد بارش گهگاهی برف است. شب گذشته هم باز نم برفی بارید و گفته میشه که امروز هم در ساعت و ساعتهای پیش رو بارش برف ادامه خواهد یافت. هر از چندگاه در ایران، در درون حکومت ایران، آنچه که میان وزرای خارجه انگلستان، فرانسه، آلمان و آمریکا گذشت و بیانیه مشترک آنها چه پیامدها و چه بازتابی داشته است. خواستار بازگشت مذاکرات اتمی شدند به شرطهای مختلف و در بیانیه منتشر شده نقض حقوق بشر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفتند. آیا این مذاکرات شدنی است و پیامدهای آن چه خواهد بود؟ شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس گفته است که ما از آمریکا هیچ نمیخواهیم جز بازگشت به قانون. سخن قانون از طرف رئیس جمهوری فقیه قابل تأمل و توجه است. و خبرهای دیگر در ارتباط با ایران، مردم ایران و آنچه که در منطقه و عرصه بین المللی در این زمینه می‌گذرد. مهمانان امشب تفسیر خبر چون جمعه های پیشین آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و در پاریس آقای جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب آقای نوری‌زاده، خوش آمدید همچنان در لندن محاصره شده توسط کرونا. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر اسدی نازنین و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. بله، محاصره ایمو حصار ادامه دارد و باشتن دوم بزنم بتونیم پرواز کنیم. آقای چالنگیل دلم لک زده برای اونجا که اتاق با هم بشینیم گپ بزنیم و امیدواریم دلمون تنگ شد. امیدوار هستیم و امیدواریم هرچه زودتر انجام بشه و این دیدار ممکن و میسر. من هم همینطور و منتظر و امیدواریم هرچه زودتر همه مردم انگلستان، کشورهای دیگه، اینجا که در واقع هنوز نوبت به ما هم نرسید متاسفانه. آقای اسدی عزیز در پاریس خوش آمدید. پاریس هم همچنان زیر چکمه های دشمن ناپیدا کرونا. خوش آمدید. درود بر شما جمشید چالنگی گرامی، سپاسگزارم منو به برنامه‌تون پذیرفتید. چقدر خوشحالم که دکتر نوری‌زاده رو سر حال و خندان می‌بینم. افتخاری است برای من هماندیشی با ایشون و درود به بینندگان گرامی. بله، ما در پاریس همچنان گرفتار کروناییم، اما خبر خوش این است که هوای بهاری آمده است در ماه فوریه که انتظار نمی‌رفت تا خبر خوش رفتن کرونا هم برسد. امیدواریم که برسه و به دقت بکنیم پاپیون شما این بار معلوم هست. علت خاصی نداره که مشکی و سیاه زدید دیگه، نیست آقای اسدی؟ گفتم خدمت آقایان باید رسمی باشم، تیره برای اینکه رسمی باشم. پس خوشبختانه علت تأسف انگیزی نداره. نخیر. شیکی کلاسیک و مسبوب. خبر ناگوار امروز رو که شنیدید، خبر از دست شدن وزیر دربارو، ولی غیر از اون نخیر. من وقتی لباس رو می پوشیدم هیچ نیتی نداشتم جز اینکه خودم آماده کنم برای برنامه خوب شما. سپاس از شما. بله، آقای امیر افشار درگذشت، یکی از چهره های ارجمند در پیش از انقلاب ایران، در نظام پیش از انقلاب، یکی از کسانی که سهم بزرگی در ساختن ایران هر چی که بود، با انتقادات بجا و بیجایی که بود، در سازندگی ایران از صاحب نقشان
بزرگ بود و مؤثر. روانش شاد باد. آقای نوریزاده، اتفاقا صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بینندگان ما هم قطعا شنیدن، این که پر از چنگای آمدن و گزارش‌های نادرست دادن، این به چه منظوری هست؟ انقلابی شده، اگر درست میگن به خاطر ضدیت با نظام گذشته بوده، به گفته آقای خامنه‌ای بقیه ناراضی بودن مردم، حالا دستای دیگه در کار بوده که قطعا بوده، بحث دیگه است، ولی دیگه چه احتیاجی هست بعد از 40 سال دوباره بگن دروغ بگن راجع به زمان گذشته پیش از انقلاب؟ اجازه بدید جناب چالنگی، اول وجود به این نازنین مردی که از بین ما رفت، افشار رو، این خانواده بسیار ارزشمند و محترمی که در عرصه دیپلماسی چه شخصیتی بود، در عرصه های دیگه تا دفتر مخصوص بعدم دربار رو تحویل گرفت. بعد شما مقایسه کنید در تمام جمهوری ولایت فقیه از اول تا حالا ما داشتیم یه نفر مثل افشار، ما یه خاندان، یه امیر اسلان افشاری مثلا داشتیم، ما یه افشاری داشتیم که در طول مدت کارش، سفارتش، کارهای عظیمی که کرده، آدم وقتی پای خاطراتش میشینه بعد میگه اون وقت ما کیو داریم؟ ما سفیرمون در عراق یک تیر خلاص زن بوده به نام ایرج مسجدی، یا آدمکش بوده به نام دانایی فر، یا آدمکش بوده حسن کاظمی قومی، اینا سفرهای ما هستن. و جای اینا خب ما چه هیئت دیپلماسی داشتیم، بسیار متاسفم. اما سید علی آقا به اعتقاد من ایشون دچار یه مقدار اخلال روانی شد. یعنی اولا این کینه و نفرت به رژیم پهلوی، چرا؟ اگه اونا نرفته بودن که تو اول قدرتمند ایران نمی شدی، باید روزی صد دفعه بری قبر رضا شاه رو پیدا کنی، شوک کنی محمد رضا شاه رو از دور براش فاتحه بخونی، به خاطر اینکه تو تونستی بری اونجا بشینی. و بعد با گفتن این حرفا قدر شاه کم میشه. من همیشه میگم بعد از 40 سال مردم بیان داد بزنن رضا شاه، روحت شاد، جلو مسجد گوهرشاه، جلو جایی که رضا شاه پوست آخوندا رو کند، این خیلی با ارزش. مردم اسم شاه میاد اش تو چششون جمع میشه. یعنی وقتی شما نگاه به این چشمنداز میکنی، به این نگاه مردم، و بعد سید علی آقا و تیمشون در عرض این 10-15 روزه دهه زجر چه مزخرفاتی راجع به رژیم گذشته پخش کرد، چه حرفایی زدن. آقای خامنه‌ای میاد میگه در زندان که بودم یه نفر به رضا شاه فحش داده بود، 6 ماه زندان محکوم شد، 6 ماه زندان، ولی برای شما نامه می‌نویسن میکشینشون. آخه خیلی جالبه، نامه می‌نویسن میرن 3 سال تو زندان، نامه فحش هم بهتون نمیدن، یا از شما دعوت میکنن استعفا بدید محترمانه. الان هنوز تو زندانن، الان همه نگران محمد نوری‌زاده است و دوستان دیگری که تو زندان. این آدم میاد میگه که بله ما اون وقت آزادی نبود، الان شما انتخاب میکنین، چه خوب چه بد، خودتون انتخاب میکنین. آدم باید با وجدان خودش خیلی راحت باشه، شورای نگهبان رو داشته باشه، احمد جنتی، بعد بگی شما خودتون انتخاب میکنین. تازه مردم انتخاب کردن، کدوم رئیس جمهوری بیشتر از تدارک چیه؟ تمام رؤسای جمهوری شما که بعد از رفتن پایان کار خائنن. بعدم که این بساطی که درست کردی رئیس جمهوری چیکار است؟ الان واقعا روحانی رو آدم میبینه به اندازه یه دربون اداره این قدرت نداره، فقط از نظر مالی پولا دستشون رو میخورن و میبندن، ولی واقعا خامنه ای خودش رو انقدر کوچک کرده با این حرفایی که میزنه، جلو مردم واقعا بی‌ارزش شده، حتی جلو طرفدارانش. امید میرسیافی که مثل فرزند من و شما بود، فقط یک جمله نوشته بود در وبلاگی که داشت، آقای خامنه ای فلسطینی ها تنها نیستن، ما هم فرزندان شما به حساب میایم، چرا به وضع ما رسیدگی نمی کنیم؟ به زندان برده شد، زیر شکنجه کشته شد استاد بنده ارجمند روان شاد پرویز نیکخواه که تیرباران شد توسط این حکومت. گفته شده بود که طراح ترور محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران بود. وقتی به این نتیجه رسید که نظام کنونی ایران در اون زمان باید اصلاح بشه نه براندازی بشه، آمد و گوشه‌ای از کار رو گرفت و امکانات.
گروه پژوهش و تحقیق رادیو تلویزیون ملی ایران رو تشکیل داد، اما یک جمله باعث مرگ جوان ایرانی شد. در پاریس شما به هر حال این تجمعی بود، هرچند از طریق رسانه اینترنتی نیست، درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بیانیه‌ای که منتشر شد. ارزیابی شما رو می‌شنوم، چون چه برسه به اینجایی که همین فردا شروع کنن به توافق یا مذاکرات، چقدر زمان طول میکشه که تحریم ها برداشته بشه از نظر شما به عنوان یک کارشناس؟ بله، ببینید، نخست در مورد این نشستی که در پاریس بود و بیانیه مشترکی که داده شد، چندین مرتبه در برنامه خود شما این فرصت را داشتم که عرض گزارش بکنم که در مورد جمهوری اسلامی موضع امریکا و موضع اروپا دوتا نیست، یک موضع است، دو شیوه دارد. هر دو معتقد بودند، خب من در فرانسه دست کم در فرانسه موضع هم رئیس جمهور پیشین و به ویژه وزیر امور خارجه پیشین و این وزیر امور خارجه جدید و دست کم اینجا رو میتونم بگم دنبال کردم، البته اروپا رو کمی بهتر میشناسم. موضعشون همون موضعی بود که امریکا و حتی در زمان ترامپ میگفت که جمهوری اسلامی در منطقه تنش افروز است، این با روحیه برجامی که ما امضا کرده ایم همخوان نیست و در نتیجه ما باید مذاکره بیشتر داشته باشیم. ترامپ گفت پس حالا که نیست ما برجام رو رعایت نمی کنیم و از آن بیرون می آییم. اروپایی ها می گفتن چرا بیرون بیاد؟ باید بمانیم و بر آن پای بفشاریم. مصداق آنچه را که عرض گزارش کرده بودم همین است که امروز می بینید. خب امروز که ترامپ رفته است، بایدن آمده است و بایدن به روشنی می گوید ما آماده مذاکره ایم، اما باید جمهوری اسلامی برگردد به جانمایه برجام و دستش تنش افروزی ها بردارد. و اروپایی ها به طور روشن میگن نشستن دوستان ما در منطقه بر سر میز مذاکره امری است که باید بدان اندیشید. خب من برای اینکه پاسخم طولانی نشود، به طور روشن پاسخم به پرسش شما این است که جهان نگران است و به ویژه اروپایی ها و به ویژه فرانسوی ها از تنش افروزی های جمهوری اسلامی و به ویژه از این بابت نگران است که مثلا احمدی نژاد هم که می رود و مثلا کسی می آید که اصلاح طلب است و جهان دوست است و وزیری دارد که زبان فرنگی می داند و می خندد و از عوض نمی شود. من یادم است اینو یکی از سناتورهای مهم فرانسوی به من گفت که خب ما حالا من دارم اسم اون که رو نمیگویم، گفت ما متاسفیم ولی خب ببینیم اقلا با اینا چطوری میشه. عرض گزارش به او کردم که چیزی تغییر نخواهد کرد، الان اینو به چشم خود میبینن. در نتیجه حتی اگر هم تحریم ها رو بردارند، به باور من تحریم ها رو، البته تحریم هایی که ترامپ حکم کرده است چون حکم دولتی بوده است، نباید از کنگره بگذرد. بعضیاش دیگه است هست بعد از کنگره بگذره که زمان میبره، اما به باور من جهان و به ویژه آمریکایی‌ها در باغ سبز نشان خواهند داد که به جهان بگویند ما که به ترامپ انتقاد داشتیم الان حاضر به مذاکریم. اما فکر نکنم به همون شرایط گذشته برگردند، فکر نکنم، چون آنچرا که ما از پایوران آمریکا و اروپا میخوانیم دال بر این دارد که حتما میخواهند جمهوری اسلامی تعهد بکند و از تنش افروزی ها خودش رو کنار بکشه. آقای نوری‌زاده، شما قطعا میدونید این شعر ایرج میرزا را، از آن گویند لفظ قانون که حرف آخر قانون بود نون، یعنی خودمون. حالا این چک پرزیدنت گلاب بروتون رئیس جمهور آقای حسن روحانی آمده گفته ما از آمریکا هیچی نمی کنیم، فقط این که بیاد به قانون برگرده و قانون رو هم اجرا کنه خجالت آور نیست. واقعا تا این اندازه چون این حرفی زدن یک بحثه، و چرا این همه اینها وابسته به تصمیمات آمریکا شدن و این همه چشم به دهان آقای بایدن و بقیه و برای اونها یه حالت ناجی پیدا کرده؟ بله، یه رژیم وابسته غیر از این هم نیست. شما از ابتدایی که
رژیم روی کار اومده مجبر آمریکا گفته، ولی در تمام برهه‌های زمانی این رژیم نگاه کنید، از اون ابتدا از ریگان به بعد همینجور بیه تا امروز، همیشه یه لبخند آمریکا اینا رو به وجد و رقص آورده و یه اخم آمریکا اینا رو کرده تو پوست خودشون رو نگران و وحشت زده. این به خاطر میزان وابستگی است، برای اینکه اینا تکیه رو ملت ندارن. وقتی حکومتی به ملتش تکیه نداشت، در نتیجه هر عدسه خارجی میتونه نگرانش بکنه. قاجاریه رو نگاه کنید دیگه، زمان ناصرالدین‌شاه یا بعدش میبینیم که یه مثلا اخم روسیه یا انگلیس چه ایجاد تحولی ایجاد میکنه. و متاسفانه ما امروز دوباره دچار همون وضع هستیم. من یه نکته رو هم خدمتتون بگم جناب چالنگی عزیزم. این حرفایی که آقای جو بایدن میزنه یا دیگران میزنن، باید اینا رو در کنار بقیه حرفا گذاشت. مثلا آقای جو بایدن میاد انصار الله رو یا حوثی ها رو از فهرست تروریست میاره بیرون. خب اینا واقعا تروریستن، با ترور اومدن یه قسمتی از مملکتشون گرفتن با کمک جمهوری ولایت‌فقیه و میخوان حکومت ولایی درست کنن. شعاری که دستشونه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود، یعنی شعار نازی ها. چطور اینا تروریست نیستن؟ خب با این برداشت آقای بایدن یک اشاره غلطی رو میفرسته برای سیدعلی خامنه ای، در نتیجه کارگزارانش هم این برداشت رو دنبال میکنن. مثلا از حرفای آقای ظریف شروع بکنیم. ایشون میگه بله ما خیلی خوشحالیم که آمریکا گفته از مکانیزم ماشه، موافقیم که از مکانیزم ماشه دست برمیداره، اما آمریکا باید تمام تحریم‌ها رو لغو بکنه. اینا حتی این دانش رو ندارن که در دولت قانونمند آمریکا شما تحریم‌ها رو نمیتونی یه شب لغو بکنی. اینا منوط به یک سلسله مراتبه. دکتر اسدی اشاره کرد که اینا بعضن در سنا تصویب نشده، اما برای لغوش هم یک پروسیجری داره. سنا میتونه بیاد جلوش بیسته و سر این ماجرا به رئیس جمهور سختگیری کنه. همینجوری نیست که آقای بایدن خوشش بیاد و بیاد و بعدم پولا رو آزاد کنه، نه هم چیزی نیست. و اینا اینو میدونن، منتها برای اینکه جلو مردم بگن ما پهلوان پنبه ایم این حرفا رو میزنن. و دوباره سر و کله رستم قاسمی و دیگران پیدا شده که بله ما شرکت‌های خارجی هم ثبت کردیم که برامون نفتمون رو بفروشن و غیره، ولی اینا فقط منتظرن بایدن الان یه جوازی به اینا بده که بتونن اینا 2-3 میلیون بشکه نفت بفروشن. همین الان دوباره اینا این چونه زدن سر ماجرای مجازات ها هم به نظر من معنا نداره، بی مفهومه و حالا منتظریم ببینیم بعدش چی میشه. آقای اسدی ببینید، تحریم هایی که اضافه شد یا تجدید شد در دوران پرزیدنت ترامپ فشارهای زیادی رو بر حکومت وارد کرد. یعنی در دوران اوباما ما شاهد بودیم خیلی مماشات شد، خیلی بدبستون ها شد و کمک های مالی شد، نقد، مبلغ مختلف، مبالغ مختلفی گفته شده، ولی گشایشی در سفره مردم نبود. لابی جمهوری اسلامی میگه اینها فشار میاره به مردم، حال اون که مردم در واقع ایران یکی از کشورهایی بود که در اونجا پرزیدنت ترامپ، دونالد ترامپ در اونجا محبوبیت زیادی بین مردم داره. آیا خود این نشوندنده این نیست که اگر تحریم ها برداشته بشه گشایشی در سفره مردم یا گشایش چندانی در سفره مردم ایجاد نمیشه در این مکانیزمی که شما خیلی طبیعی برای این چون این نظامی دونستید سراسر فاسد؟ بله، اولا در مورد فاسد اجازه بدید از فرمایش آخرتون شروع کنم و بعد به پرسش بسیار مهم بپردازیم. میدونید من از واژه فاسد برای جمهوری اسلامی کمتر استفاده میکنم، چون فساد فرع است بر یک اصل پاک. زمانی که فاسد کل یک اصل باشد همچون یک باکتری، خب شما دیگه اینو نمیگید. میدونید چند وقت پیش یک نکته بسیار شگفت‌آوری اتفاق افتاد که به طور رسمی در روزنامه ها درج شد و آن این بود که آقای روحانی از شورای مجمع مصلحت خواسته است که وقتی میخوان تصویب کنن FATFO درش درج بکنن که اگر ما یه جاهایی مخفی داد و ستد کردیم اینو شامل بازرسی ندونید. خب ببینید اینه در اون سطح.
اما برای اینکه ما بدونیم این وضع بهتر خود خواهد شد یا نه، نگاه بکنید به مسئله برابری ریال و دلار و تورم به عنوان دو شاخص اقتصادی در چه زمانی بوده است، چه با تحریم چه بی تحریم، که تورم به طور فزاینده‌ای رشد نکرده است. تورم رشد کنه یعنی چی؟ یعنی مردم فقیرتر میشن، مردم قدرت خریدشون میاد پایین‌تر، کمتر میتونن مایحتاجیشون رو بخرن. و چه دوره‌ای بوده با تحریم و بی تحریم که ریال در برابر دلار سقوط نکرده؟ سقوط ریال در برابر دلار یعنی چه؟ یعنی این که بسیاری از موادی رو که مردم میخرن، چه به عنوان مواد اولیه در کالاهای مصرفی چه به طور مستقیم، به مراتب گرانتر از گذشته خواهد شد. اونایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد میشه، یعنی باز هم مردم فقیرتر میشن. از همین رو میتوان گفت مادامی که یک نظام ولایی و رانتی هست، با تحریم و بی تحریم وضع مردم بهتر نخواهد شد، چنانچه در زمان این مثال آخر من است، تا زمان آقای احمدی نژاد، تا قبل از اینکه تحریم‌های سازمان ملل در آن موقع بیاغازد، وضع مردم ایران بسیار بسیار بد بود، با وجود اینکه شروع کرده بود به دادن یارانه. یارانه در یک ساختار رانتی وضع مردم رو بسیار بدتر از گذشته می‌کند. این همچون تریاک می‌ماند که به یک دردمند بدهید، دردشو ساکت میکنه برای چند ساعتی و بعد با شدت بیشتر اون درد بر میگرده، مرضم بیشتر ارد کرده در بدنش. بله، البته توضیحی که آقای اسدی داد، بارها در برنامه هم این توضیح رو دادن راجع به اینکه این نظام اساسش فساد هست، بنابراین نمیشه گفت فاسد. به هر حال بحث لغوی نیست، اما مثلا یک نظامی که فاشیست هست، اینی که عملکردش فاشیستی هست، نمیشه مانع از این نمیشه که اون نظام رو فاشیزم بدونیم یا فاشیست بدونیم. به هر حال این بحثی لغوی که امیدوارم روزی کاملا روشن باشه برای عزیزان در ایران. آنچه که در ایران، برای همه عزیزان، آنچه که در ایران حکومت میکنه آیا مجموعا یک نظام هست، تعریف پذیر هست، نیست، چه هست و ماهیتی که داره چه هست و چه نیست. اما آقای نوری‌زاده، ببینید، بس بستر این هست که الان در دوره آقای بایدن خیلی اتفاقات افتاد. آقای بایدن اومده، البته تردد ماموران یا فرستادگان جمهوری اسلامی در نیویورک رو که به عنوان دیپلمات شناخته میشن، اینا رو ممنوعیتشو برداشته، حکمی که صادر شده، و بقیه اقدامات انصار الله رو هم شما اشاره کردید حذف کرده از لیست تروریستا. اما برای اون چیزی که مذاکرات نهایی هست، بدبستون‌هایی که تهران دل بسته به این موضوع، آیا میشه الان این وزنه سنگین عرب و اسرائیل رو، روابط اونها رو نادیده گرفت، به ویژه متحد اصلی اسرائیل، آمریکا، اسرائیل رو؟ نه، ببینید آقای چارنگی عزیزم، وزیر دفاع آمریکا امروز با امیر محمد بن سلمان گفتگوی مفصلی داشته، گفتگوی حالا تلفنی یا از طریق هر چی وسیله که داشتن. در این گفتگوی تلفنی او به صراحت میگوید که عربستان سعودی متحد 70 ساله ماست از نظر نظامی امنیتی، ما اجازه نخواهیم داد امنیت سعودی به خطر بیفته، ما اجازه نخواهیم داد که حوثی ها تجاوز کنند، تعرض کنند به امنیت سعودی. بنابراین میخوام بگم آمریکا یک کامیتمنت ها و تعهداتی داره که نمیتونه از اونها شونه خالی کنه. اولین گفتگوی تلفنی آقای بایدن با یه رهبر خارجی با آقای نتانیاهو، و در اون گفتگو هم باز بایدن تأکید میکنه که اسرائیل رو تنها نخواهد کرد. ببینید، جمهوری اسلامی یک آرزه زشت متعفن در منطقه. جمهوری اسلامی امروز در عراق، ببینید، کردها که دشمن جمهوری اسلامی نبودن، موشک میزنن به فرودگاه اربیل، موشک میزنن به قرارگاه آمریکا از طریق نوکراشون در اونجا. شما در یمن باز همین چند روز پیش با شروع کردن موشک پرانی، الان تمام تلاششونه که معرب رو بگیرن و
مردم شهر بدبخت روزی خدا میدونه چند نفر کشته میشن. یمن در مصیبت و وبا و در کرونا غرقه و این به خاطر سید علی آقا خامنه‌ای است که میخواد رهبر مسلمانان جهان باشه. و همینطور شما نگاه کنید در سوریه، الان فاش کردن در سوریه که اینا پناهگاهی زیرزمینی دارن میسازن، موشکاشون اونجا منتقل میکنن برای مقابله با اسرائیل. البته اسرائیل انقدر هوشیاره که توی زیرزمین هم میرن رنگ پیژامه اینا رو میدونه چیه، بنابراین اینا مسئله نیست که حالا زیرزمین بکنن تو چاه امام زمان برن هر جا برن. تمام برنامه هاشون دیدیم دیگه، اومدن فخریزاده رو کشتن که حالا دعوای آقای مجید علوی شده با سردار سلامی، دارن با هم دیگه میجنگن کی مقصر بود. اینم داستان امنیتشونه که نفر دو القاعده رو میان در تهران میکشن، آقای المصری رو، به همین راحتی. این رژیم یک آرزه سنگین بر ملت ما بوده 42 سال و واقعا زمان آن رسیده که جهان غیرت نداره، ملت ایران غیرت نشون بدن. این رژیم باید بره. بودن این رژیم، بقای این رژیم به نابودی و پاره پاره شدن ایران منجر خواهد شد. هر روز دیرتر بشه خطر تجزیه ایران و داغون شدن ایران و جنگ داخلی بیشتر. آقای اسدی، اونچه که آقای نوری‌زاده گفت، ادامه این رژیم آیا واقعا به یک جنگ داخلی، آیا جنگ داخلی به سود منطقه هست، به سود عرصه بین المللی هست؟ چون ایران با توجه به جغرافیای سیاسی که هست، هر اتفاق عمده‌ای در اون میتونه خوب دامنگیر کشورهای منطقه بشه، مثل انقلاب اسلامی و حتی کشورهای اروپایی و آمریکا و بقیه جاها. نگاه شما رو به این موضوع، ادامه این حکومت، و آیا اروپا هم اشراف داره به این موضوع که ادامه چون این حکومتی میتونه مشکل زا باشه، اونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کرد و بسیاری نیز بر این نظر هستن؟ اجازه بدید از بخش پایانی پرسشتون بیاغازم. بدون تردید اروپا به این مسئله آگاه است. در آغاز برنامه عرض گزارش کردم در این مورد. جای تردید نیست. اروپا هم در این مورد میداند. منتها سیاستمداران جهان، به خصوص کسانی که دست اندر کارن، یعنی باید حکومت کشورداری بکنن، حکومت گردانی بکنن، از خلع میترسند. میترسند که اگر نظامی که دلپسند ایشان نیست برود، خلعش باعث چه بشود. مثلا مثل آن اتفاقی که در لیبی افتاد. آنچه را که اینا رو بسیار نگران میکنند این است که خب حتما بسیار خطرناک بود معمر قذافی در منطقه، کسی که فرمان بمباران مردم خودش را میدهد. این حد اقل دفاع از حقوق بشره که خب کسی جلوی اونو بگیره برای اینکه این کارو بکنه. اما اون خلا خب بسیار وحشتناک، هم به خاطر آسیبی که به مردم خواهد رسان، هم امکان گسترش قاچاق چه اسلحه چه مواد مخدر چه انسان که ممکنه در این مورد صورت بگیره. با این نگاه هست که اروپا، باز هم اشاره میکنم اروپا البته، ولی دیگه به توان اولا فرانسه، نسبت به این مسئله نگاه میکنه. من به طور روشن این را میتونم خدمتتون عرض بکنم با شواهد بسیار، اگر این حکومت نباشد اروپا و فرانسه خوشحالتره. اما فکر این چرا؟ به همون دلایلی که اشاره کردید و دکتر نوری‌زاده اشاره کردند، که تنش در منطقه از میان نخواهد رفت و به ویژه تنش با دوستان غرب در منطقه از میان نخواهد رفت. میدونید که این کشورهای کوچک مثلا مثل امارات و قطر که در سال 1971 به وجود آمده اند، یعنی حدود 50 سال پیش، امروز بزرگترین موزه ها و مدرسه های غرب و فرانسه رو در خودشون جا دادن. خب این غرب نمیتونه نسبت به تنش جمهوری اسلامی با این کشورها بی‌اعتنا باشد. منتها تا مادامی که جایگزین راه حل خوبی برای این نظام ندیده است، ممکنه تن به نشست ها، برخورد ها، گفتگوها بدهد. اما از این نباید در این خیال خام افتاد که این نظام و با این سیاست تنش افروزانه در منطقه میپسندند و میخواهند که بماند. اشاره کردن به موزه های امارات عربی متحده، موزه معروف لوور از جمله موزه هایی است که شعبه داره در امارات متحده عرب. رفتن این حکومت، در واقع اشاره میکنن، خود مسئولان حکومت هم این تبلیغ رو کردن و پیش میبرن این حرفو، یا
یا تبلیغ کردن که رفتن این حکومت ایران رو سوریه خواهد کرد، که من بارها اینو گفتم که اگر سوریه به وضعی دوچار شده که امروز شاهد هستیم، به خاطر اینکه اسد نرفت. در همون آغاز مردم خواستار بودن که اسد بره و نرفت، و چون که این حکومت بره، آقای نوریزاده، آقای مردم ایران واقعا این بهانه‌ای نیست برای اروپایی‌ها و بقیه که حمایت خودشون رو توجیه کنن از این حکومت؟ آیا ایرانی که سرفراز بالاخره تونست خودشو بازسازی کنه از زیر اشغال روس‌ها و انگلیس‌ها و متحدانشون و تونست سرپا بایسته، نمیتونه از زیر نفوذ اینها خودشو بازسازی کنه؟ مردم ایران واقعا چون این درمانده هستن که جایگزین این مجموعه نمیتونن یک نظام به وجود بیارن؟ اگر اروپایی منافق نبودن، صداقت داشتن، اگر ایالات متحده صداقت داشت، این همه نیروی اپوزیسیون وجود داره در خارج داخل ایران، آیا عراقی ها وقتی صدام سردگون شد نیروی سازنده اپوزیسیون پشت هم داشتن؟ نه، تو لندن جمع شدن، تیمی رو درست کردن و برای ایران خیلی ساده تره، برای اینکه ایران مثل عراق نیست که طائفه و دستبندی و از این بساط باشه. در ایران اولا یه چهرهایی هستن مثل شاهزاده رضا پهلوی که یک مقبولیت تقریبا عامه دارن، چهره های جمهوری خواه هستن که مقبولیت وسیع دارن، نیروهای ملی هستن در داخل ایران و در خارج ایران. شما همین بچه‌هایی که امضا کردن نامه رو به خامنه ای، خود شما با اینا مصاحبه میکنید، هر روز اینا بهتر از دیروز صحبت میکنن، اغلبشون آدم های بسیار آگاه و روشنی هست. خب و نیروی جوانی که الان، چقدر نیروی جوان وارد صحنه شدن؟ چرا اینا لیاقت اداره کشور رو ندارن؟ یه پیرمرد 96 ساله مفنگی به نام احمد جنتی باید مملکت رو اداره کنه، سید علی آقا باید مملکت رو اداره کنه، بعدم ولیعتی بچه‌شو بخواد تضمین بکنه؟ نه، اگر دنیا منافق نبود، اگر یک ذره مثل زمانی که در سال 57 عمل کرده بودن، این رژیم سالها رفته بود. ولی متاسفانه چون این نفاق هست، ملت ما باید بیشتر مایه بذاره، واقعا اپوزیسیون باید بیشتر مایه بذاره، اختلافا رو انقدر به هم نزنن دیگه. آقا تحمل کنیم، کنار هم بنشینیم و این فضای تلخ و دردناک رو آدم وقتی میبینه. یه وقتی با همین جناب آقای دکتر یه کنفرانسی در برلین بودیم، وقتی این جمعیت رو من میدیدم و این آدم هایی که اونجا با اندیشه های مختلف و هم تعاطی افکار میکردن، یا همین نشستی که خودمون در لندن داشتیم، امکانش وجود داره اگر خارجی های منافق در جام ما زهر نریزن و در کام ما نوشدارو نریزن بعد از مرگ سهراب. خب آقای اسدی، در همین زمینه به طور اختصار و نمونه‌های بسیار داریم که اتفاق افتاده در اروپای شرقی، در کشورهای دیگر و در خود ایران حتی بعد از اشغال. درسته که شرایط فرق میکنه، ولی آیا توان مردم ایران نمیتونه در حرکت‌های بعدی همراهی جهانی رو هم با خودش داشته باشه؟ اول به این نکته اشاره بکنم که اروپا از جمهوری اسلامی با باور من پشتیبانی نمیکنه، با آن کنار می آید، آنقدری که من فهمیدم. این ذکر این نکته مهم است، چون بر این باورم به محض اینکه گزینه‌ای در برابر جمهوری اسلامی بشناسد، بلافاصله خواهید دید که چه استقبالی از آن خواهد کرد. اروپایی ها سخت ناخرسندند از جمهوری اسلامی در منطقه، ولی خب فکر میکنن باید با این کنار آمد، چنان که مدت ها اردوی آزادی با اردوی سوسیالیسم کنار آمد. من معتقدم که توانش اداره کشور توسط ایرانی ها بی تردید وجود دارد، در این مورد جای کوچکترین تردیدی برای من وجود ندارد اصلا، به شواهد بسیار دارم در این مورد. اگر وقت بلندتری بود می توانستم یک به یک ذکر بکنم که کسی فکر نکند من در این مورد شعار میدم. اما آقای اسدی، این اطمینانی که شما میگید بر چه اساسی هست؟ حالا کنار آمدن و همراهی چقدر با هم فرق میکنه مورد بحث ما نیست، ولی این مماشات، این کنار اومدن، این همراهی، هر تعبیر برش بذارید، چشم بستن بر اقداماتی که میشه، همین امروز باز شهروند فرانسوی
ایرانی تبار رو گرفتن جز دیپلماسی اونها شده، دیپلماسی جمهوری اسلامی. اینی که واقعا چون این تشخیصی تا چه اندازه اساسا درسته که این حکومت بره خلأ قدرت به وجود میاد، کسی نیست جاشو پر کنه، تو چه اندازه درسته؟ نه ببینید اینو، نه من اینو بفهم. نه من این فکر نمی کنم اروپا الزاماً این مسئلهش باشه. اروپا فکر میکنه ببینید یک نفری مثلا در این فرانسه 5 سال میاد که رئیس جمهور بشه، این فکر میکنه که در این مدت باید برای انتخاب شدن دوباره خودش یا انتخاب شدن دوست خودش بهترین کارنامه رو ارائه بده و فکر میکند به درست یا غلطیشو میتونیم در فرصت دیگه بدان بپردازیم که ایجاد تنش با یک کشور بزرگی در یک منطقه کارنامه اونو به لحاظ بالا بردن قدرت خرید، پایین آوردن بیکاری، برای دوباره انتخاب شدن از دستش میگیره. سعی میکنه مادامی که مجبور نیست از این کار پرهیز بکنه، ولی این پرهیختن هرگز به این معنی نیست که مثلا از اون رژیم مورد نظرم داره دفاع میکنه یا پشتیبان اونه یا میخواد با اون مماشات بکنه. اگر بتواند به یه راه حلی برسد که اون رژیم نخواسته در برابرش نباشه، خیلی هم حس استقبال خواهد کرد. این اون چیزی که من نکته‌ای که میخواستم در این مورد ذکر بکنم دقیقا همین بود. ولی معتقدم که اگر جمهوری اسلامی برود، اداره کشور ما با خلأ مواجه نخواهد شد. این یک به قول اصطلاح زبان خودمون یک گربه است که بر دل مردم میاندازند، چنانچه مقام معظم رهبری هم فرمودند در انتخابات پیشین که حتی اگر جمهوری اسلامی رو طرفدارش نیستید در انتخابات شرکت کنید، چون وضع در غیر این صورت وضع کشور وضع خرابی مثل بقیه کشورها در منطقه میشه، اون زمانی که در سوریه جنگ شدیدی جریان بود. بله خب اینی که بحث باز میگم لغوی نیستش، به هر حال دولت‌های اروپایی و دولت‌های بعضن دولت‌های آمریکایی با بسیاری از حکومت‌ها روابط دوستانه دارن، بدبستون‌هایی دارن، حکومت‌های واقعا فاشیست و واقعا عملکرد فاشیستی و مستبد دیکتاتوری ناقض هر روزه حقوق بشر و همه اینها. اما آقای نوریزاده می‌بینیم که در این بیانیه‌ای که تازه منتشر شده، در این بیانیه اشاره ای شده به باز وضعیت حقوق بشر در ایران. برگردیم به پیش از انقلابم که برمیگردیم، خب حکومت نظام وقت ایران روابط بسیار دوستانه با همه این کشورها داشت، اما تخت گاز علیه حکومت وقت که نقض حقوق بشر در ایران هست، در همین فرانسه چه علمهایی برافراشته شد، 100,000 زندانی سیاسی در همین واشنگتن و نیویورک و جای دیگه. الان در این بیانیه ما یه اشاره میبینیم، یه اشاره مختصری که نگرانی نسبت به وضع حقوق بشر به خصوص دو تابعیتیه. چه تعبیر و تفسیری شما دارید بشه؟ آقای چالنگی، آدم حیرت میکنه بانویی که شوهرش مدیر کل وزارت اطلاعات بوده و این مرد متجاوز به این زن آزار میرسونده، قصد تعرض به یکی از بستگان زن رو داشته، به هر حال در یه شرایطی دخترش هفتیر پدرها رو ورم داره و باباشو میکشه، منتها این مادر به خاطر اینکه بچهش گرفتار نشه قبول میکنه و این زن رو اعدام کردن. چجوری؟ قبلا اعدام ها رو بهش نشون دادن و این زن سکته کرد و مرد، اما جنازه رو بردن بالای دار. آخه در کجای جهان چنین جنایت مشؤومی صورت میگیره؟ الان شما نگاه کنید بهنام محجوب، یه درویش که سخن عشق میگه دنبال جنجال و چیزی، الان حالتی داروی عوضی بهش دادن، بیچاره زن و مادرش خانم صالح حسینی میگه اصلا ما نمیدونیم این در چه شرایطی. این وضع حقوق بشر در ایران، 11 نفر اعدام کردن تو رجای شهر یا 17 نفر در بلوچستان، در کردستان 70 نفر در کردستان گرفتن. ببینید آقای چالنگی، این اوضاعی که در ایران است، در خوزستان همینطور، از هموطنان عرب ایرانیمون، من نمیدونم جهان چی کار باید بشه، چه کار باید انجام بشه جهان اعتراض کنه. فقط باید آدم آنسان سوچی باشه که میره مثلا زندان، دنیا بلند شد، سازمان ملل به جمعه باید اینجور باشه. این بانوی بیگناهی که جنازه شو دار زدن و این
قانون زشت قصاصی که این رژیم آورده، مادر اون آقا که میاد چارپایه را از زیر پای عروس مردش میکشه و قهقهه میخنده. یعنی شما فکر کنید این رژیم، من میگم ادامه این رژیم جنگ داخلی و تجزیه است، در این حال ادامه این رژیم از بین رفتن اخلاق ایرانی است، وجدان ایرانی است. این وامونده، ببخشید میگم اینجوری، قصاصی که اینا آوردن که اول انقلاب وقتی جبهه ملی ردش که آقای خمینی گفت اینا مرتدن، یعنی اینقدر برای خمینی قصاص مهم بود خب، به خاطر اینکه این قانون بیمارشون رو میخواستن در ایران در دادگستری تعمین بدن و داد بهشتی رو گذاشت اونجا. حالا آقای نوری زاده، این اشاره‌ای که شده در این بیانیه به نقض حقوق بشر در ایران هیچی نیست، هیچی نیست آقای چالنگی. این از این اشارات ممکنه به همه جا هم بشه. ایران یک کیس استثنایی است، با توجه به جمعیت رقم اولو داره از نظر اعدام در جهان. حالا چین بیشتر داره، جمعیت اون چقدره؟ اون وقت اینا در مورد ایران چرا انقدر راحتن؟ اصلا برای من باور کردنی است خانم آنگلا مرکل با آقای روحانی صحبت میکنه. توصیه میکنم شما سخت نگیرید. اینه خانم آنگلا مرکل بعد گوشی رو برداره بگی جنایتکارا، شما حق ندارید ملت ایران رو این گوسفند قربانی اینجوری بکشید. آخه این چه نفاقیه که دنیا در برابر رژیم داره، چه ضعفی دنیا در برابر آخوندهای عمامه به سر داره. این مذهب انقلابی شیعه اثنا عشری انقلابی چه خدمتی به جهان بشریت کرده که اینا ولکن نیستن. آقای اسدی، ببینید روزنامه فیگارو در شهر نازنین پاریس، شهر شما، مطلبی منتشر کرده که حتی برخی از رسانه‌های فارسی زبان هم اون رو بازتاب دادن، این که از زبان گزارشگر لوفیگارو که به اصطلاح دارون اونهای هر کسی هر چی داره در این حکومت در حال خارج کردن است و خارج شدن است و اینها، شما بفرمایید اینو چطور تعبیر تفسیر میکنید؟ یک حکومتی که به آینده خودش اطمینان داره، اولا چرا باید این همه تا روز آخر هم همچنان برداشت کنه از پول و دارایی مردم و بعدم به فکر گریز شهروندی کانادا این ور اون ور آمریکا اروپا هر جایی که تونست؟ بله، پیش از مقاله لوفیگارو که بدان اشاره میکنید، لوموند هم یک مقاله چاپ کرده بود در مورد اوضاع به هم ریخته اقتصادی. برای آگاهی بینندگان عرض میکنم لوموند ولی لوفیگارو در فرانسه مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز، در امریکا دو روزنامه معتبر. به باور من این پولها رو برداشتن و رفتن یک نشانه بسیار روشنی است که پایوران نظام میدانند این نظام در حال فروپاشیدن است، به طور روشن چنین است و برای همین فکر میکنند که هیچ جا و مکانی در درون این نظام نخواهند داشت، یعنی نظام نمیتونه از اینا نگهداری بکنه چون اینا فرو خواهند پاشید، سعی میکنن که پول خارج بفرستن و زودتر هم برن. من فکر میکنم که این مهاجرت ها بیشتر هم خواهد شد، گزارشات فراوانی هست که دارن میرن. چرا؟ برای اینکه میگویند اگر ما زمانی بریم که نظام فرو پاشیده ممکنه پولمون خارج باشه، ما رو در کشور نگه دارن، در حالی که اگر کم کم از الان بریم، خب ما که میدونیم بعضی این نظام چطوره و میتونیم خودمونو نجات بدیم و زندگی بکنیم. من فکر میکنم انتخابات خرداد پیشرو تندپیچی در نظام ولایی هست، برای اینکه اگر نتوانند حتی به اون شکل ظاهری که تا پیش از این کرده اند یک سر و تر این قضیه رو به هم بیارند، آن وقت خود پایوران نظام هم برهم خواهند توفید و دیگر چیزی از نظام باقی نمیمانه. خلاصه این که پول و برداشتن و بردن یکی از روشنترین نشانه های فروپاشی نظامه، چون وقتی پول و بردارن برن دیگه خب از منبع کنار رفتن، در حالی که اگر بمانند مرتب میتونن بردارن، پس میدونن که این مرتبی در آینده دوام نخواهد داشت. آقای نوریزاده، وقتمون کم هست، به طور کوتاه بفهمید، در صحبت ولایت مداران شد، یکی از بازیگران ولایت مدار آقای شهاب حسینی، حق ایشون هست واکسن بزنن، حق همه مردم ایران هست که واکسن بزنن، خود آقای خامنه‌ای فایزر زدن ولی مردم رو محروم کردن از اینا،
و این ولایت مداری این دوگانگی ها رو شما چطور میبینید؟ در به آمریکا رفتن برای زدن واکسن و اینها؟ من اول به تو بگم چالنگی، بسیار شهاب حسینی رو دوست داشتم از نظر کارش، بازی درخشانش تو جدایی سیمین نادر، تو سریال شهرزاد، نه یادم نمیاد حالا، نه منظورم اینه، آنقدر این انسان از چشم من افتاد به خاطر این دروغی و نفاق. اولا دوید مثل آقای مهران مدیری یه برنامه میلیاردی درست کرد تو تلویزیون که بره میلیاردها رو وقت تو امریکا خرج کنه، خب اشکال نداره، گرین کارت گرفته، حقش، خودش و خانوادش رفت. ولی جلو رهبر جمهوری اسلامی این تظاهرات و جایزه فستیوال کان و به حضرت حجت امام زمان دادن و این ادا اطفارها برای آدم سنگین. خب شما میتونی بری امریکا واکسنتو بزنی، نگرانی، بچه داری، حالا گرین کارت هم داری، پولم داری، چرا نه، برو بس، خیلی ایرانیای دیگه برو بزن، ولی تظاهر نکن. بگذار اون رهبرت باشه که تظاهر میکنه، رهبرت که دروغ میگه و فایزر میزنه و میگه از امریکا انگلیس وارد نمیکنه. بنابراین خیلی آقای شهاب حسینی خودش رو از نگاه مردم انداخت. نگاه کنید ریت برنامه‌شو از این به بعد ببینید و فیلم‌هاشو، حرفایی که در مورد فستیوال فجر زد، حمله‌ای که به کیمیایی کرد برای اینکه خودش رو گنده کنه، این آدم خیلی بی‌اعتبار شد. بسیار متاسفم برای آقای شهاب حسینی، در جوانی خودکشی کرد. بسیار خوبه. البته من اگر اسمی بردم از آقای شهاب حسینی، شخص ایشون فقط تنها نیست، به اشاره من به اینه که این نظام چنین دوگانگی هایی رو در شخصیت ها پدید آورده، یا شخصیت ها یا چهره های دوگانه، باز در خفا کار دیگه، در علن کار دیگه از اینها. و از قضا چون اسم بردن آقای مسعود کیمیایی هم از آغاز کنندگان چنین راه هایی بودن، با کارگردانی نمازهای جمعه، سرسپردگی نخستین در بسیاری از دستگاه های تبلیغاتی حکومت بحث دیگری است. و شما واکسنتون زدید آقای اسدی در پاریس؟ من هنوز نوبتم نشده در فرانسه، منو نگفتن، ولی تا گفتن خواهم زد. بله، بر اساس سن من فکر کنم حالا حالا به شما نرسه. بر اساس سن و بالا بودن. سپاس بسیار از شما آقای جمشید اسدی عزیز در پاریس. ما سپاس بسیار و سپاسگزار شما آقای علیرضا نوریزاده عزیز در لندن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. یکی دو خبر هست، مایل هستم با شما عزیزان مرور کنم. زلزله کهگیلویه و بوی رحمت که دست کم 63 مجروح داشته، انتظار من این هست که هموطنان عزیز در منطقه به یاری زلزله زدگان برند، به خصوص به ویژه در روستاها که دسترسی به اونها خیلی مشکله. وضعیت مسئولانی که مسئولان حکومتی باشن هم کاملا روشنه در این موارد، چه کارها که نمی کنن به جای کارهایی که وظیفه دارن انجام بدن. به هر حال امیدوار هستم همونطور که اشاره کردم در منطقه هر کسی صدای منو میشنوه آستینی بالا بزنه برای کمک و یاری رساندن به زلزله زدگان در کهگیلویه و بوهرحمد و در جای جای دیگه ای کشور. این روحیه در میون ما مردم ایران در داخل ایران بسیار زیاد بوده و هست، دیدیم در میون پرستاران و پزشکان عزیز، کادر بیمارستانی که در جریان کرونا که متاسفانه همچنان ادامه داره چگونه با جان دادن، جان خود رو بر کف دست گذاشتن در کنار مردم بودن برای شفای اونها، برای یاری رسوندن به اونها. در جریان زلزله کهگیلویه بوهرحمد هم میشه چون این کاری کرد و چون این اقدامی. به هر حال بسیاری آسیب دیدن، منازل بسیاری آسیب دیدن. و اما آمده است و آقای صادق محصولی از مسئولان پیشین جمهوری اسلامی که هیچ مسئول پیشینی نیست در جمهوری اسلامی که کنار رفته باشه، همونطور که بارها اشاره کردم رؤسای جمهوری پیشین همچنان در صحنه هستند و حتی اون مغروق عالم اسلام
رفسنجانی نیز همچنان عملا حضور داره، خانواده او، کس و کار او، سمتهایی دارن، پیروان او، هواداران او، وابستگان او، کسانی که بند ناف اقتصادیشون به درآمدها و چپاولهای رفسنجانی مربوط میشد همچنان حضور دارن و فعال. به هر حال بنابراین مسئول پیشین اگر میگیم رسما فعلا سمتی ندارم، اگر نه همچنان در این دستگاه چرخان و جای دیگه میچرخن. سفیر نبود، وزیر میشن، اونجا نشد، مسئول تلویزیون میشن، گوینده تلویزیون میشن، شکنجهگر میشن، تیر خلاص دار و بقیه کارا. استعدادهای زیادی دارن، مثل آچار فرانسه درد همه کاری میخونن. یکی از اینا آقای صادق محصولی است که وزیر کشور بوده زمانی و رفاه اجتماعی هم همینطور در دولت احمدی نژاد آمده و حرفی زده. حرفستان داشتن ثروت نه تنها ناپسند نیست بلکه خوب هم هست. این قسمت دومش که خوب هم هست، خب بله خوب هم هست داشتن ثروت، ناپسند هم نیست، هر دوش. حتی در ادیان مختلف هم داشتن ثروت مذموم نیست، سرزنش نشده هیچ جای جهان. اما تر این که آقای صادق محصولی چگونه این ثروت ها رو به دست آوردن مسئله است و موضوع و سؤاله. از جمله خود شما، یکی از سپاهیان در جنگ تحمیلی که شما به ایران و مردم ایران تحمیل کردید، در واقع بدون هیچ تعارف آمدید در باز پس نشستن و عقب نشینی در برابر عراق و متحدانش هر چه که بود به اشغال ایران عملا پرداختید و کجا چه کردید برای این کشور که صاحب صدها میلیون دلار شدید آقای محسوب. مضحک و غم انگیز این که وزیر رفاه اجتماعی، کدام رفاه؟ داشتن ثروت خوب است، ناپسند نیست، اما از چه طریق؟ از میان بردن رفاه مردم ایران، جوانان ایران، بی آینده کردن اونها، دزدیدن سرمایه های اونها، کودکان خیابانی، کارتون خواب ها و بسیاری دیگه. پاسخ نخواهید داد، اما روند اوضاع شما رو پاسخگو خواهد کرد. با امید به چنین روزی به پایان برنامه رسیدیم. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنادرا، کلوند کوزگرس، تفتان بینالود درفک، کوساران تاراز و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد. We'll be right back.